همانطور که در گزارش سیاوش دیدید در پی شیوع بیماری کرونا در ایتالیا میلیون ها نفر در شمال این کشور قرنطینه می شوند. این در حالی است که قرنطینه برخی شهرهای ایران به عنوان دومین کانون اصلی ویروس کرونا در جهان هنوز دستخوش تصمیم مقامات در این کشور است حسین قاضیان جامعه شناس امرای ماس آقای قاضیان جاده های ایران نشون میده مردم ایران بعضی از مردم ایران از این تعطیلات برای سفر استفاده کردن و در خانه نموندن آیا این عادی جلوه دادن شوی کرونا در ایران واکنش طبیعی هست که مردم دارن؟ همونطوری گفته خب بعضی از مردم این کار کردن بعضی هم احساس خطر میکنن بعضی هم شاید بیش از اندازه احساس خطر میکنن بنابراین واکنش های متفاوتی رو میبینیم ولی فکر کنم واکنش اون دسته از مردمی که خیلی جدی نمیگیرن ماجرا رو ناشی از اینه که ما سالهای زیادی در شرایط بحران زندگی کردیم میدونید وقتی آدما در یه شرایط معین زندگی میکنن واکنششون نسبت به اون شرایط یعنی آستانه واکنششون بالاتر میره مثلا شما در نظر بگید کارکنان اورژانس رو یا کادر پزشکی رو که در برابر خون و جراحت واکنش دیرتری دارن آستانه تحریکشون آستانه واکنششون نسبت به این بالاتر یا کسی که هر روز در جبهه هست زیر توپ و خومپاره هست خیلی واکنش متفاوتی به جراحت و کشته شدن آدمها در کنارش داره تا کسی که حتی صدای گلوله رو هم نشنیده مردمی که در شرایط بحرانی زندگی کرده باشن سیل و زلزله و انواع و اقسام اتفاقات رو دیده باشن کشته شدن آدمها رو در خیابون یا شنیدن کشته شدن آدم ها در زندان یا در هواپیمایی که به سمت شلیک شده یه هر روز یه خبری از این قبیل بشنون اون آستانه احساس خطرشون بالاتر میره و ممکنه واکنششون کمتر از اندازه باشه که انتظار داریم یه عامل دیگه که شاید کمک بکنه به توضیح این وضعیت اینه که در جامعه که تار پود روابط اجتماعی از هم گسیخته شده باشه انسجام اجتماعی کم باشه و اعتماد به این ترتیب کم باشه مردم فکر میکنن خب اگر من نرم سفر دیگری میره پس منم میرم کسی این رفتار رو نخواهد کرد پس من چرا بکنم و وقتی اینطور میشه عده زیادی که چنین تصوری دارن به این جمع میپیوندن و به قول شما جاده هر روز رو هم ممکنه بند بیارن البته به عامل های هم میشه اشاره کرد مثل اینکه مردم مایل هستن خیلیاشون که پیروی کنن از فرامین و دستورات و سرپیچی کردن یک نوع ارزش هست به جای اطاعت کردن فکر میکنم به همه این علت‌ها باید علت بسته بودن راه های اطلاعات دقیق از میزان مبتلایان و مرگ و میر در ایران رو هم اضافه کرد به نظر شما دولت با این رفتاری که در پیش گرفته چقدر به عادی این بیماری دامن میزنه ببینید من فکر نمی کنم دونستن آمار و ارقام دقیق خیلی به درد مردم عادی بخوره مردم عادی بیشتر به جای اینکه مثلا 83 و سه دهم ده درصد رو توجه بکنن به این توجه میکنن که مثلا عموی دخترخاله من که خودش توی بیمارستانه میگه خیلی تعداد کشته وحشتناکه این برای مردم بیشتر اهمیت هم داره تا عدد و رقم عدد و رقم به درد کسانی میخوره که کار تخصصی میکنن یا میخوان تحلیل کنن ولی در مورد دولت و اینکه آیا داره اوضاع رو عادی جلوه میده من فکر کنم که در آغاز بله یعنی پنهانکاری وجود داشته احتمالا الان هم وجود داره در اعلام اعداد و ارقام گرچه میبینید که اعداد و ارقام داره به شکل نسبتاً تصاعدی بالا میره ولی در آغاز ممکنه چنین چیزی بوده باشه الان بیشتر به جای عادی سازی تلاش در این که نشون بدن که موضوع در کنترل و اداره درستیه و چندان بحرانی نیست ولی عادی هم جلوه نمیدن بلکه تلاش میکنن که موضوع رو جدی جلوه بدن برای اینکه مردم رو بترسونن از موضوع و بادارشون کنن که رعایت کنن چیزهایی رو که اونا نمیخوان با زور اجرا کنن مثل قرنطینه کردن که تا حالا به ازش خودداری کردن آقای قاضیان البته فکر میکنم که این که مردم باور میکنن حرف یکی از اقوامشون که در بیمارستان هست به خاطر همون عدم اطمینانی هست که اونها به دولت دارن و اینکه آمار دقیق رو هیچ وقت نشینن. به ممنون حسین قاضیان بود جامعه شناس از آمریکا.